جمع شدیم به خاطر حضور نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و دوست کم‌مانند ما ایرانی‌های علاقه‌مند به اون، جمشید برزگر. روزنامه تعطیل کتاب آقای برزگر عزیزه که من در مورد وجوه ادبی حرف نمیزنم، برای اینکه دوست عزیزم بهرام بهرامی خواهد اومد و به تفصیل این حرفا رو خواهد زد. این کتاب نامش روزنامه تعطیله. اول ما فکر کرده قبل از اینکه کتاب رو ببینیم که این بار جمشید در مورد تعطیل روزنامه ها در ایران مطلب نوشته و کتاب منتشر کرده، بعد فهمیدیم شعراشه ولی اسمش روزنامه تعطیله. اگر تو ترتیبی رو که در شعرها هست مراعات میکردی، در کتاب ما سرمقاله داشتیم، خبر داشتیم، حادثه داشتیم، تسلیت داشتیم، یعنی همه ستونهای روزنامه رو اگر اون ترتیبی که در شعرها هستیم. فکر میکنم که از روز تولد ادبیات در ایران سانسور هم باش بوده، انگار زخمیست ازلی بر جان فرهنگ و ادبیات. آغاز یک گونه ای هم سانسور، این زخمی که بر جان ادبیات هست باش همراه بوده. روزنامه نگاری و ادبیات خیلی با هم آمیختن. مارکس جمله خیلی خوبی داره، میگه که کمتر نویسنده بزرگی در دنیا هست که یک دوره ای از عمرش رو روزنامه‌نگاری نکرده باشه. من افتخار اینو دارم که دوستم بهرام بهرامی که شاعر، نویسنده، مترجم، بهرام از اولی کسانیه که قبل از اینکه بهرام بهرامی بشه برشتو به فارسی ترجمه کردن با خانم کامیابی. بسیار از کارهای برشتو، کارهای دیگه هم بهرام ترجمه کرده، از فارسی به انگلیسی هم یکی از بهترین مجموعه هایی که در زبان فارسی ما از شعر کوی داریم مجموعه است که بهرام از اسماعیل کوی ترجمه کرده. اینو من نمیگم، اسماعیل داشت میگفت که با همه ترجمه هایی که قیاس کرده ترجمه بهرام بهترین ترجمه است. پیشنهاد میکنم به آقای برزگر که حواسش به بهرام باشه، شاید به در ترجمه شعرها بخوره اینجا علاوه بر کار. از بهرام بهرامی خواهش میکنم تا من اخراج نکردن تشریف بیارن و آقای برزگر معرفی. من اجازه بدهید این بار پرنده باشم هیچ خطوط مبهم، خطوط مبهم و اعداد گیج تقویمتان را نفهمم. سطحی بود از روزنامه تعطیل. درود از سوی شهروند میزبان این برنامه. کار خوش آمدگویی رو، خوش آمدگویی به مهمان ارجمند رو به مسئله. بودلر نخستین کسی است که در سده پیش پایان یافتن دوره شبانی در شعر رو و در ادبیات رو ندا میده. او از شعر شهری سخن میگه. شهری که پر از خیابان هستش و کوچه است و جهان نوین ما از دوران شبانی دور میشه، از جهان شبانی دور میشه و به جهان شهری راه میاره. روزنامه تعطیل جمشید برزگر شعر شهریه و گاه شعر پسا شهریه. به هر دو به باور من نوینش یا اون چیزی که شما میگید مدرنیته یا برخواهم میگن مدرنیت، اون نوینش بیشترین نشان خود رو امروزه بر چهره شعر گذاشته، شعر جهان گذاشته و در شعر برزگر هم هست. شعرهای جمشید برزگر جهانی رو به رخ میکشه که در اون همچون جهان کافکایی سخن از مرگومیر هستش و کشتار و ویرانی. فکر میکنم یک نفر در این اتاق مرده است. این تصویر، تصویر بسیار آشنایی است برای ما. همون است که ما دست کم در نزدیک به 30 سال گذشته در روزنامه ها و در روزنامه های تعطیل و تعطیل شده و تعطیل نشده دیدیم و میبینیم و میشنویم. اجازه بدید بخش هایی رو که همینطور به چشم من خورده و فکر کردم که اینا رو حتما خود
خود آقای برزگر، خود برزگر، جمشید برزگر بهتر از من خبر بود. چند بار میان این کلمات توی میگردی؟ آیا نمیبینی این موسا یک عده با چاقو انشا می نویسند؟ پرتاب دانشجو یک اتفاق خوشمزه است. خوشتمتر از غذای سلف سرویس یا شوخه سر کلاس و حتی تعطیلی میان دو ترم. یک اتفاق روزمره تغییر اسم این خیابان هاست. در خاطرم نیست جایی شما را دیده باشم. آخه تو خرخر این گلوی فشرده فریاد که دروغ از ما دردیست که شباهتی به انسان نمیبرد. به زبان تو لابد بگویم جانوری میرورد که شکل ابتدایی غریزه است. اصلا باید از اعدام های از اعدام هم شاعران حرف زد. ببینیم که روزنامه هاش را تبدیل نشن و همیشه باشن. چه خوب است باده با سجاده قافی می شود. چه خوب است باده با سجاده قافی می شود و هر گناه را به قطره ای می توان شست. هر تقصیر و هر تباه را، فاصله را. زیرا سخن با زمان تو گفتن خوب است. دور از من و در من می هم. خب قول مشکوری است که میگن زبان خانه آدمی است. با این مصاف پس ما در خانه ایم. خوشحالم که با شما میهنم سفر میکنم امروز و با هم با این زبان صحبت میکنیم. خیلی خیلی ممنونم از اینکه در این روز زیبای آفتابی تشریف آوردید. از نسرین خانم نازنین، حسن مهربان و بهرام بهرامه خیلی خیلی متشکر هستم. من دو هفته پیش در ونکوور بودم. خیلی شبیه برحال هم هوا این لاغر امروز و امروز خیلی شبیه هم دوستانی که هستم. ممکنه کمی حرفی من تکراری باشه، امیدوارم فیلم و برنامه رو ندیده باشه. اگر دیدید پیشنهاد میکنم همین الان برید از هم استفاده کنید واقعا، چون این کمی تکراری ممکنه باشه. ولی اونجا هم به دوستان گفتم دنیای نابسامانی شده. امروز بزرگواران و استادانی در اینجا هستن که من همیشه به قاعده پای صحبت اونها میشینم و یاد میگیرم. حالا دنیا همین چیزش به هم ریخته دیگه. امروز برعکس شده. ببخشید مقصرش ولی واقعا من نیستم. اگر 15-16 سال پیش به این کتاب اجازه چاپ داده بودن، شما هم امروز اینقدر در مخمصه نمیافتادید، گرفتار نبودید. بنابراین سانسور فقط شاعر و نقاش و فیلمساز رو یه هنرمند رو اذیت نمی‌کنه، مخاطب اونها رو هم اذیت می‌کنه. و با اصلا که صحبت می‌کردیم گفتن که من در مورد سانسور در واقع صحبت های نکاتی که به ذهنم میرسه رو با شما هم در میان بگذارم. چند کلمه من در این مورد صحبت می‌کنم که در واقع اصل و اساس همین کار هم هست. این شعرها در واقع شعرهایی است که در فاصله سال 77 تا 79 من نوشتم، همزمان با یک کتاب دیگه که اون کتاب البته در همون زمان این دو تا کتاب رو با هم به ارشاد دادیم و اول گفت کافور را نام نهن زنگی و این داستان دنگی را نام نهن کافور یکرد. این ما هم میگیم ارشاد اونجا برای ما دادیم برای مجوز و اون کتاب با حذف چند شعر اجازه انتشار گرفت. این هرگز نگرفت. بعد من از ایران اومدم چند بار دیگه دوستان دیگری بردن این کتاب رو در سال 79 80 و 81 تا دوره آقای خاتمی. بعد از اونم که دیگه طبیعی بود ایش ناشری در واقع اینقدر به خودش زحمت نده، چون از قبل مشخص بود، قبلش هم البته مشخص بود. به هر حال این شعرها بازتابی است از آنچه که ما در اون زمان نمیتونستیم بگیم. در واقع به نوعی اسمش روزنامه است ولی در واقع ماهیت شبنامه داره، برای اینکه ما چیزهایی رو که روزها نمیتونستیم تو روزنامه ها بگیم. بعد از این مدتی من دیدم که شعرهایی نوشتم که خیلی مثل همون مطالب روزانه منه از نظر زبان و اینها، ولی محتواش غیر قابل انتشاره. بعد از 7-8 تا در واقع متوجه شدم واکنشی است که ما داریم نشون میدیم به اون ناتوانی در گفتن، ناتوانی در گزارش کردن و ثبت آنچه که بر ما میگذره. این هم البته امر تازه‌ای نیست. همه ما در همه شؤون
اجتماعی و سیاسی خودمون و همینطور در وجود مختلف شخصیتی خودمون و در کارهای هنری مختلف یعنی در ژانرهای مختلف یا انواع هنرها از آغاز ما با این مسئله دست به گریبان بودیم یعنی همواره نوعی از قدرت با ما روبرو بوده و همیشه اون قدرت فراتر بوده یعنی مسلط بوده و اجازه نداده که هنرمند اونطوری که لازم هست خودش رو به راحتی بیان میکنه و اگر بیان کرده تاوانش رو پرداخته و غالبا تاوان سنگینی براش پرداخته ما نویسندگان و شاعران کمی رو نداریم که در واقع اینها مرتد و کافر و ملحد اعلام شدن کارهاشون مدت ها ممنوع بوده تا همین اواخر اگر به طور مشخص روی شعر متمرکز بشیم خب میدونید در واقع ما در تاریخ ادبیات فارسی دو جایگاه عمده رو میتونیم برای شعر شناسایی بکنیم برخلاف اینکه درست امروز در خونه هر یک از ما دیوان حافظی وجود داره ولی واقعا این الس و الفت ما با حافظ از آغاز که این گونه نبوده اگر خودش هم میگه که شکر شکن شوند توتیان هند زین بند قند پارسی که به بنگالی میرود اونم علت دیگه داره زبان درباری در شبه قاره هند زبان فارسی بود عده خاصی میخوندن یعنی شعر مخاطب خاصی داشت مخاطب فراگیر نداشت شما ایران امروز رو ببینید به هر حال در اون دوران با پراکندگی هایی که وجود داشت خون و خونریزی ها و جنگ های مکرری که وجود داشت میزان در پایین باسوادی همین ها رو در نظر بگیرید شعر اصولا نمیتونست مخاطب انبوهی پیدا کنه مثال های تاریخی زیاد میشه آورد که این در واقع ادعا رو ثابت بکنه یک نمونهش مثلا فرسونه زبانی است که مولوی در غزلیاتش داره و زبانی که در مثنوی داره برای اینکه در مثنوی می‌خواست با توده مردم صحبت بکنه ولی اونجایی که شعر ناب خودش می‌خواست بپردازه در غزلیاتش که از دو ساحت متفاوت اینها میاد به هر حال دو جایگاه عمده رو ما می‌تونیم شناسایی بکنیم یا یکی دربارها هستن اولین در واقع پایگاه‌های شعر فارسی بودن مخصوصا از دوره سامانیان قبل از اون هم معتقدات کمتری البته در اختیار داریم و بعد هم که سنت تصوف قوت میگیره خانقاها این دو جای اصلی بودن که محمل و در واقع پایگاه شاعران بودن به موازات این که حمایت میکردن از شاعران حالا با در واقع پرداخت صله و پول و مواجب یا بالا رفتن از نردبان عرفان و رسیدن به مدارج بالای عرفانی و همون اندازه هم ناگزیر بودن که زبانی پیچیده تر، زبانی استعاری تر برای خودشون دست و پا بکنن و به نوعی در واقع علتش این بود که نمیتونستن هر چیزی رو که دوست داشتن بگن و این در واقع ابهام و تردید رو هم تا امروز برای ما باقی گذاشتن که کتاب هم میبینید نوشته میشه دیگه یکی مثل آقای ما گفتیم آقا شما ببخشید مرتضی مطهری میاد در مورد حافظ مینویسه دیگران هم نوشتن که ثابت بشه که می که حافظ داره میگه چیه یعنی ما در این حد واقعا رابطمون با اشیا رابطمون با جهان پیرامون خودمون مخدوشه ما حتی نمیدونیم وقتی که از می حرف میزنیم راجب چی حرف میزنیم از موقع بچه وقتی داریم حرف میزنیم راجب چی داریم حرف میزنیم اینها پیامدهای اون در واقع باورهای مسلطه که همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار میده همه رو یکسان میکنه یک روایت رو به روایت اصلی بدل میکنه در تاریخ معاصر از دوران منور الفکری به طور مشخص به این ور یعنی از قبل از مشروطه از عهد ناصری وقتی که اولین روزنامه ها با به کسانی که رفتن خارج تحصیل کردن مثل میرزا مهمونخان ها یا سپهسالار ها بعد رو وقتی برگشتن از جمله چیزهای دیگر، چیزهایی که با خودشون آوردن که معرفی کردن به جامعه ایران روزنامه بود اولین دستگاه چاپ رو دولت وارد کرد تا امروز هم بخش اصلی، یعنی صنعت اصلی چاپ در اختیار دولته من خاطر میدونم ما صنعت نشر و چاپ بخش خصوصی ما بسیار بسیار نحیف هستش اساسا یکی از پیچیده‌ترین قوانین برای ورود دستگاه چاپ به ایران هستش برای از همون روزی که دستگاه چاپ رو دولت وارد کرد از همون روز اختیارش هم دست خودش گرفت او باید تصمیم میگرفت که چه چیزی منتشر بشه و چه چیزی منتشر نشه در مقابل سنتی شکل گرفت که به نوعی تا امروز تداوم پیدا کرده هرچند در یکی دو دهه گذشته
تا حد زیادی کمرنگ شده. ولی سنتی در دوران منورالفکری شکل گرفت که در هم آمیختگی و عجین شدن یا این همانی در واقع برابر روشنفکری و نویسنده بودن. یعنی شما اگر در نظر بگیرید از میرزا میرکنفان تا آخونزاده تا فتحی همه اینها، حالا یا از ژانرهای جدید هم حتی آوردن معرفی کردن، نمایشنامه اینها رو به ما معرفی کردن، چیزهایی که ما در سنت ادبی خودمون نداشتیم، عمدتاً به دو دلیل خاص این اتفاق افتاد. اول اینکه اینها یا خودشون مثل خیلی دیگه چون ادب در واقع در مکتب میخوندن از طریق گلستان و بوستان، یعنی از طریق ادبیات باسواد میشدن، حالا قرآن رو به کنار بگذاریم، بنابراین از همون ابتدا هم شاعرانه در ما ایرانی های به این شکل پرورش پیدا میکرد، بنابراین با زبان ادبی آشنا بودن. وقتی که با مفاهیم جدید آشنا شدن سعی میکردن که همین مفاهیم رو حالا با زبان ادبی بیان بکنن. دلیل دومش هم این بود که چون این زبان برده بیشتری داشت، فراگیر بود، حتی اگر خودشون هم ادیب نبودن یا نگاه انتقادی داشتن، با وجود این سعی کردن که از ادبیات و از شعر بهره بگیرن برای اینکه ایده های خودشون رو در مورد مثلا ملت، در مورد عدالت، دادگستری، آزادی و این مفاهیم جدید رو در واقع از این طریق منتقل بکنن. بنابراین کشاکش در دوران معاصر ما از همون آغاز به شکل خیلی بارزی وجود داشت و تا امروز هم ما پیامدهاش رو می‌بینیم. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش مشخصه. تاریخ ما تاریخ گسسته، تاریخ ما تاریخ انقطاعه. ما هیچ وقت در واقع نتونستیم نسل‌هامون، یعنی در موقعیتی قرار نگرفتن که با نسل‌های بعدی در ارتباط قرار بگیرن، تجارب رو، دانش رو منتقل بکنن. همواره مجبور شدیم ما همین چیز رو از نو آغاز بکنیم. شما از انقلاب مشروطه تا امروز اگر نگاه بکنید، بارها می‌بینید که چندین و چند بار این آزمون و خطاها انجام گرفته، تلاش‌ها صورت گرفته، بعد قطع شده، بعد دوباره از این جای دیگه از آغاز شروع شده، انگار نه انگار که ما اون پشتوانه رو داشتیم و باید از نقطه حرکت ما باید جلوتر می‌بود. همیشه از خط اول ما در واقع مسابقه رو شروع کردیم. این علتش این است که قدرت مسلط می‌خواد روایت خودش رو به عنوان تنها روایت موجود و تنها روایت ممکن بر جا بگذاره. در تاریخ نگاری به طور مشخص مثلا این اتفاق میفته. شما اگر نگاه بکنید هم در پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب، کتاب‌های تاریخ مدارس رو اگر شما نگاه بکنید به روشنی رو میبینید که چقدر تغییر میکنه، چقدر تحول پیدا میکنه. من یه مثال مثلا برای شما بزنم. از قبل از انقلاب تا مدت‌ها تلقی این بود که یعنی در اوایل قرن تلقی این بود که نژاد آریایی پارس‌ها هستن و مادها. مثلا شما اگر به نوشته‌های هدایت نگاه بکنید به روشنی، تا اینکه هدایت رفته بود پهلوی هم خونده بود، تابع اون میزان شناختی بود که در اون زمان وجود داشت از تبار ایرانی ها و او به روشنی مثلا اشکانیان رو ایرانی قلمدار نمی کنه، خیلی هم بهشون حمله می کنه. بعدها هست مثلا از دهه 30 به بعدی که در سایه اکتشافات جدید و برحال به خوندن کتیبه ها اونها به این نتیجه می رسن که نه نژاد آریایی وقتی که وارد فلات ایران یا نجد ایران شد به سه شعبه تقسیم شد و اشکانی ها هم جزء همون ها هستن مثل پارس ها و مات ها و این وارد کتاب درسی شد تلقی که ما امروز داریم. بعد از انقلاب 57 هم که دیگه روشن بارها و بارها تاریخ از نو نوشته شده، بارها و بارها تا حتی این اواخر که مجادلات و منازعات درون خود حاکمیت هم به کتاب های درسی سرایت پیدا کرده و باز باعث تغییر و تحولش میشه. در ادبیات هم همین هستش. اینا که من میگم هیچ کدوم واقعا جنبه تحلیلی نداره، اینا فکتواله. مثلا یک مثالی براتون بزنم. وقتی این رمان زوال کلونل آقای دولت آبادی بهش اجازه انتشار داده نشد و بحث بالا گرفت و اینها، سخنگوی وزارت ارشاد با صراحت هرچه تمامتر این نکته رو گفت. گفت روایتی که آقای دولت آبادی در رمان زوال کلونل از انقلاب 57 میده با روایت ما، یعنی با روایت جمهوری اسلامی از این انقلاب همخوان نیست و به همین دلیل اجازه انتشار نداره.
نتیجه این یعنی تسلط یک روایت غالب این هستش که همه ماها نادیده گرفته میشیم، همه ما حذف میشیم. بحث ما این هستش که در مقابل این باید ایستاد، باید خود رو بیان کرد. این کار یا در روزنامه نگاری صورت میگیره یا در شعر، شعر یا هنری که روح زمان رو در خودش نداره، نشانی از زمان با خودش نداره، نمیتونه این کار رو انجام بده، نمیتونه به آیندگان، یعنی نمیتونه حال ما رو ثبت کنه به دیگران بگه و نمیتونه به آیندگان گزارش بده که ما که بودیم، چه کردیم، چه میخواستیم بکنیم و به هر حال ما نیز مردمی هستیم دیگه. این در واقع بزرگترین آسیبیه که سانسور وارد میکنه، یعنی باعث میشه که شما در واقع تک بودی میشید، تک برشی میشید، ابعاد مختلفی رو که یک جامعه بهش نیاز داره، به وجوه مختلفی که نیاز داره جامعه، تفکرات مختلف، دیدگاه‌های مختلف، همه اینها زده میشه، یک تفکر بسیط خیلی ساده‌ای برجا میمونه که یک روایت خطی از تاریخ میخواد بده و همه تفاوت‌ها رو نادیده میگیره. و این البته ما همه میدونیم که پیامدش شده هم پیامدش اینه که وقتی اون روایت غالب ثابت میشه، در خلایی که رو وجود میاد، اون خلا هیچ فرزندی جز آشوب و خونریزی و کشتار نداره. کافیه به همسایگان خودمون در منطقه نگاه بکنیم. بعد صدام حسین تا وقتی که بود موفق شد همه صداها رو سرکوب بکنه، هیچ کس رو باقی نذاشت. و دقیقاً به این دلیل که هیچ کس باقی نمون، کسی نبود که بعدش این کشور رو نجات بده. نتیجه‌اش اینه که امروز داریم می‌بینیم. یعنی در واقع این نگاه انحصار طلب تمامیت‌خواهی که جز خودش هیچ کس و هیچ چیز دیگر رو بر حق نمی‌دونه، بزرگترین آسیبش به حال نیست، به آینده است. آینده اون جامعه رو داره تهدید می‌کنه، به خطر می‌اندازه. در نتیجه در دقیقی که در این کتاب و در اون در بحثایی که ما کردیم یا در این شعرها اومده، به نوعی زاییده این نوع نگاه هستش که حالا یک زمانی خب اون زمان بیشتر شاید احساسی و عاطفی بوده، خب بعدا بهش توجه بیشتری کردم، من فکر کردم راجبش و از این زاویه در واقع به مسئله سعی کردم نگاه بکنم. این سانسور مرز نمیشناسه، از کلمه شروع میشه به جان آدمی میرسه. وقتی شما حذف رو مبنا قرار بدید، حذف حد و حدودی نداره. از حذف یک رنگ، از حذف یک خط، از حذف یک کلمه شروع میشه تا میرسه به حذف آدمی، میرسه به حذف باورها و جریانها. خب نمونه هاشو داریم دیگر در حال همین داریم از قضای چند هفته با انتشار اون فایل صوتی که از آقای منتظری یک بار دیگه یک بحث مهم تاریخی که به هر حال در هر در جوامع دیگه هم اتفاق افتاده، ولی ببینیم اونها با شکار کردن. در شیلی هم این اتفاق افتاده، ولی ببینیم شیلی امروز با اون در واقع چگونه برخورد کرده و ما چگونه برخورد کردیم، چگونه برخورد میکنیم. اینا هست. من از قضا مثلا در مورد همین ماجرای خاورانش شعری هست، حالا در قسمت بعد براتون میخونم. منظور من این هستش که اون چه از این زاویه هستش که ما در واقع صحبت از این می‌کنیم که شعر یا هنر باید روح زمانی خودش رو بازتاب بده. هنرمند نمیتونه نسبت به پیرامون خودش بی‌تفاوت باشه. این معنیش نیست که همه یکسان صحبت بد مطلقا، ولی از اون ور ما نباید به هر دلیل با هیچ تئوری ادبی ما نمیتونیم بیایم و در واقع تقویت کنندی سانسور باشیم. سانسور چی مگه چی میخواد از ما؟ اینکه ما خودمون رو نگیم. من خودم رو نگم. اون دیگه مشکلی رو من ندارم. چه چیزی؟ چون چه مشکلی رو من داره؟ اگه قرار باشه من خودم رو نگم، خواسته هام رو نگم، آرزوه هام رو نگم، مشکلی نداره. بنابراین اگر من بیام در واقع شعری بگم که مثلا اسمش رو بذاریم معنی‌گریزه یا نمیدونم پست مدرن یا از این چیزها، من فکر میکنم که نتیجه‌ای که اونها میخواستن حاصل شده، ما هم زحمت اونها رو کم کردیم و اجازه ندیم. خوشحالم که این کتاب در واقع اگر در اون سال مجوز نگرفت، خب خیلی دوست داشتم، من واقعا صبر کردم، در مقدمش نوشتم، آرزوم این بود که در ایران منتشر بشه. ولی وقتی که از ایران خارج شدم، در هنوز کمی در همون حال و هوا بودم. چند تا شعر دیگه هم گفتم که توی این کتاب جای گرفت. بنابراین خوشبختانه سانسور نه تنها از شعر این کتاب حذف نکرد، بلکه بهش
هایی که استعدادهای شگفتی هستن به ویژه در امر موسیقی. امشب این وقت با ما در شهروند و امیدوارم شما دوست داشته باشین در اینجا با شما یار بوده که دو تن از این جوانان رعنا و جواهراتی رو که اشاره کردم ما میزبان شما باشیم. خانم قدیده احرارنجات و آقای علی مسعودی. Thank you.
Thank you.
زنجیره. چند بار میان این کلمات توی میگردی، آیا نمیبینی؟ این روزها یک عده با چابو انشا مینویسند تا ما هر روز در یک مراسم تکراری با جنازه هایمان برویم، سطرهای سربریده را رها کنیم، بعد جایی نرویم و خانه نمانیم، چیزی نخریم، حرفی نزنیم، اصلا با سایه هامان قرار نگذاریم تا ناگهان قیبمان نزند یا قلبمان پیام ایست نگیرد یا چابو انشای تازه‌ای ننویسد یا تناب روبان قرمزی دور گلو نشود. پس در واژه‌ها دنبال کیستی؟ امروز باید یک تسلیت تازه را امضا کنی و فردا خطی شوی تا دور، تا بیابان، تا دور. این یک برگه لو رفته است، یک پرسش و پاسخ بین یک دانشجو و یک بازجو. مشخصات خودت را صریح و ساده بگو. من ساکن خوابگاه سالها پیش انتخاب شدم برای جواب شما. در اتاقهای کوچک تمام مدت در انتظار بودم و نمیدانستم برای ورود باید از در شکستی گذشت. پرت و پلا نگو که بگویند اینها نتیجه سقوط شبانه است. پرتاب دانشجو یک اتفاق خوشمزه است، خوشتر از غذای سلف سرویس یا شوخی سر کلاس و حتی تعطیلی میان دو ترم. من اما من قبل از حضور شما یادم هست بودم با جزوه ها دو سه بشقاب و سفره کوچک، شاید کمی خیال و آرزو هم بود، اما حافظه هم با سنگ میپرد مثل گنجش. آن شب چه اتفاق افتاد؟ گرچه برای ما مثل روز روشن است، هم دستتان که بود؟ چه کس خط میداد؟ آن شب تنها بیخواب شده بودیم و در پی رؤیا به جستجو گام میزدیم و یک نفر از درون به ما خط میداد، مشقهای قدیم را خط میزد، درس جدید. کافیست؟ پس درون تو پنهان است آن موضوع. جرمت دلیل نمیخواهد و حکمت صادر شده، محکوم. اسم مستعار. دیشب دوباره به خودکار شک کردم، بر آن همه سفید مکرر تردید من سندی بود آشکار. باید دوباره پنهان شدم از میز و کاغذ و قلم. این لعنتی ها این روزها مدام دنبال حرف آخری از یک کلام ناتمام، سر تا سر مرا کاویدند و هر بار یک نام و جرم تازه پرونده کردند. اینجا انبوه اسم و مطلب و امضا، اما حالا نام حقیقیم را چه کسی می کند تکرار؟ پرسش مرزبان. اسم آن پرنده چیست؟ آن که شکل یک ترانه است بر درخت. از کجا و کی رسیده؟ پس حواستان کجاست؟ آسمان چرا پرنده دیده و درخت با اجازه چه کس مجوز فرود داده است؟ ارشاد. خام نمی شوم، اگر بشوم خیام می شوم، با می و پیاله و دستار آشفته انکار این اصول بینام می شوم.
راه نمی روم اگر بروم بی راه می روم در سمت دیگر خود بی خود بی گاه می روم سنگ نمی زنم اگر بزنم بوسه می زنم دست نمی بندم اگر که ببندم چشم می بندم بر فریب و سیاهی و نور می بینم راستی فرشته که اصلا نمی شوم اگر بشوم آدمی شوم در کشف تازه حوا در بامداد گناه مقدس شب نمی شود اصرارتان بیهوده است ولی در آن خیابان ها دریا بود و این شب خیس که چشم را گرفت تکانده شدم از خود از راه خالی و در خود نه این لباس مناسب نیست به رنگ اشک تو اون شب نمی آید و این زمزمه تکرار شد به سان عقربه که بر عدد ثابتی چرخید زمان ایستاد و من دراز کش از خودم گذشته بودم از وطن از برای خواب گاهی دو قرص آرامش بخش شبیه وحی اعجاز می کند بخور بخواب و از یاد ببر که در تهران صفوف انتخاباتی شبیه مد خودروها نظام صاحبی چراغ قرمز را چین میانداخت چگونه خواب دیده بودم که خواب مسافری شده بودم برای رفتن از خود از راه خالی و در خود و هیچ کس زمان بدرقه نگفت کجا؟ تو که تمام خودت را اینجا تمام میکردی کناران سواحل چشمک زن چه وقت جزر است حالا ولی در آن خیابان ها دریا بود، مد بود و در مه غلیظ صبحگاهی چه کار بهتر است ماهیگیری است خودتکانی پاییزی را که از پنجره می‌بینم باور نمی‌کنم پاییزی را که از پنجره می‌بینم باور نمی‌کنم هنوز در این بیغوله و نفش از عبور تو باقیست با روز و در رخوت گرمایی کاهل نشان حضوری تبدار پاییزی را که از پنجره میبینم باور نمی کنم هنوز در این بیغوله و نفش از عبور تو باقیست با روز و در رخوت گرمایی کاهل نشان حضوری تبدار از واژه‌ای که پژمرد زمستانی را که از دور کش فرو می آید باور نمی کنم با این خیال‌های لجوج و سرخوشی شعله‌های خود تابستان را در دستانت باور نمی کنم در چشم‌انداز خیس دو چشم مرطوب وقتی که خورشید در خاوران مرد بهار را بهاری را که دیگر بهار را باور نمی کنم با این افق‌های معجوج در خیابانی که تو را بود خود را تکاندم چیزی از فصل‌ها نمانده است تقویم‌های کهنه گیجی روزها و تاریخ‌های گم شده حالا چه باک چه فرق می کند سه شنبه چندمین روز کدام ماه بوده است و شهریور چندمین ماه کدام فصل با تفسیر گلوله فرقی میان ماه ها نیست خرداد و اسفند و آذر رنگی میان رنگ ها نیست سبز و سپید و سرخ این بیرق کهن را دستی به باد میدهد که ما را به خاک اگه فرصت هست یکی دو تا شعر عاشقانه هم بخونم با این تلخی تموم نشه باریده بر برهنگی شانهات رگبار ناگهانی از گیسود دستان تو اما چیزی از آینده نمیدانند خوابیده ابر سیاهی در چشمانت لبهای تو اما وردی دروغ میخوانند لبهای جائل دستان گمراه شمایل وداع میگردانند
باور نکردی اما خدا حافظی ها در آینه نمی مانند. طوفان چشم گیسویت را پایانی نیست. میخواستم پناه بگیرم در چشمانت و در دستانت، ردی از آن گیاه بگیرم تا دیگر غرق نشدم. میخواستم ستاره ای پیدا شود یا چراغی در صدایت و آغوشت فانوس هم باشد. میخواستم پناه بگیرم در چشمانت و در دستانت، ردی از آن گیاه بگیرم تا دیگر غرق نشوم. میخواستم ستاره ای پیدا شود یا چراغی در صدایت و آغوشت فانوس هم باشد. میخواستم اعجازی شوم، من تو شوم، تا تو خدا شوی، من چه میان ماست رازی شوم. گمت کردم، غرقم کردی. آخرش آمد سر ساعت. انگشتانم چنان به مویت گره خورده که سرنوشتم به آوارگی. چیزی که مرا به تو میرساند از تو میهراساند. آن تاب ها بیتابم میکند، آن شکن ها شکسته است مرا و زنجیر حلقه هاش از هر جاده که رفتم طولانی تر است. هیچ سفر پناهگاهی نیست، از آشوبی به آشوبی گریختم، طغیان کردم، شوریدم و انقلابی جز اصلاح مویت نخواستم. از موی تو یا دل من یکی طوفانی تر است. متشکرم. سوالی که دارم اینه که یکی از مهمترین پیامدهای سانسور در کتاب شما حس هیچ هست و غیر مسئله زمانی که بعد از سانسور هست به عنوان یک تجربه بشری در یک شرایط خاصی این حس در انسان رو خیلی ممنون. در مورد اون بحثی که آینده رو من نمیدونم واقعا، ولی در مورد اون چیزی که در مورد هیچ گفتیم درسته. اونتا اشاراتی که میشه عجز و ناتوانی من بود در استفاده از کلمات. من میدونم 32 حرف و الفا تو شعرها هست نخوندم، 32 حرف و حروف الفا رو در اختیار دارم ولی باشون کاری نمیتونم بکنم. من نمیتونم چیزی رو بنویسم و بی‌معنا شده بودن. یعنی در واقع ما ابزار ارتباط رو از دست داده بودیم. در نتیجه تنها پیشنهادی که میشد توی این شعر اینه که پس بکنید ما قرار ما از این بعد سر چهارراه توی خیابون همدیگر رو ببینیم که لااقل از این دالان‌های گرفتن مجوز عبور نکنیم. علتش این بود در واقع بحثی که از سانسور می‌کردم. در مورد خارج از کشور هم خب بله به هر حال دادم چیزهایی رو به دست میاره ولی به قیمت سنگینی فکر کنم. یعنی من تو هم با آقای زدهی و بهرنگ صحبت میکردیم همین رو گفتم. واقعیت اینه که این تبعید یا مهاجرت یا این دوری حالا اسم بگذاریم یک در دل خودش در ذات خودش یک دوگانگی داره برای این لاغت کسانی مثل ما که جسمن اینجا هستیم ولی فکرمون، رویامون، حتی کابوسامون هنوز هم اونجا هستش. یعنی هیچ کنون از ما بگم چمدونامون رو هنوز باز نکرده. خب این دوگانگی آدم رو فرسوده میکنه. بله درسته ما تجربه که من در کار روزنامه‌نگاری داشتم در این بر هیچ عنوان با داخل ایران قابل مقایسه نبود. اونجا هیچ کس هرگز رو من نگفته. نه موقعی که از نظر موقعیت اداری که کسی بالاتر من باشه من میگه ما یا من به کسی دیگه میگم که اینو اونجا اینو بنویس اینو ننویس اینا. خب اینا خیلی متفاوته. تجربه خیلی متفاوتی داره. دوستم که پشت سر هم میکنم مثلا من شما رو نمیدونم. شما هم که سوال داشتین درسته؟ من هم سوال داشتم. شما هم سوال داشتین. من یه جمله سوال یه جمله است بخواهی شما بفرمید بعدم باور کرد. من میخواستم در مورد این فایل صوتی که جدیدن آقای احمد منتظری
منتشر کردن بپرسن. بعضی ها نظرشون مثل همکار شما آقای سعید برزین که مصلحت نبود الان این علنی بشه و بعضی ها نظرشون این هستش که هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت نیست. میخواستم بگم نظر شما چیه؟ امیدوار بودم در همین چارچوب شعر و ادبیات امروز باقی بمونه. اول من توضیح رو بدم، من اینجا به عنوان بی بی سی حضور ندارم. منو در واقع کسی که این شعر رو نوشته اینجا این مطالب بنابراین حرف کاملا شخصی من هست. آقای برزین هم خب دوست محترم من هستن، ایشون هم بازنشسته شدن در بی بی سی دیگه نیستن، بنابراین صحبت ایشون هم صحبت بی بی سی نیست. من فکر میکنم که زندگی خود آقای منتظری جواب ایشون رو داده دیگه. ایشون اگر مصلحت سنج بود صبر کرد که بشه رهبر دیگه، ولی خودش این تشخیص رو نداد، فکر کرد که گفتن حقیقت فراتر از مصلحت. اسلام شما هم همینه بابا. من تشکر میکنم از جمشید ورزگر و شهرمندی ها و همخانم و آقایانش سانسا کنیم. یه چیزی که من فکر میکنم درست این جلسه به اصطلاح ادبیات و روزنامه و چیزاست و شما توی این حول و شوی خاصی خارج نشید، ولی من عنوان بی بی سی سوال نمی کنم، عنوان کامل نویسندگان که شما بخشی از بودید. من فکر میکنم زمان شاه ایتوری بود، بعد از انقلاب هم ایتوری بود، به خاطری که تشکل تحضب سیاسیون را به شکل سرکوب کرده بودن، اعضا را ممنوع کرده بودن، ادبیات و هنر تا حدودی جایگزین سیاست و مبارزه سیاسی شد. خب درست هم بودن همون چند شب شعر باعث شد که به بالاخره ادامه پیدا کرد به اینجا رسید. من خودم نظرم این هستش که مبارزه سیاسی طبیعتاً تعصب و تشکل لازم داره و اون تعصب و تشکل گریزی را بخشن از بالا به اون تحمیل کرده. ولی بخشن حتی فکر کنم تو کانون نویسنده منم بخشن از فکر میکنن که با ادبیات، با هنر، با روزنامه نگاری میشه اینو جایگزین به اصطلاح تشکل و تعصب کرد. خواستم نظر خودتون رو بدید. من که میگم آنچنان هم درگیر نبودیم اینجا، نخواستیم مستقیم بره بگیم من چون بخش از انجمن نویسندگان بود، خواستم نظر شخصی کنم. نمیگم نظر دوستان اینجاست، بخش هم هست، نظر شخصی خود کنم. مرسی. بحث مفصلی چون تاریخ 45 ساله الان بیشتر 50 سال داره میشه در بر میگیره، کیفای مختلف بودن. بله از اون زاویه اگر بخواید نگاه بکنید، نه ادبیات نه روزنامه نگاری هیچ کدوم نمیتونن در واقع جای حس رو پر کنن. این از در واقع به ناموزی اون تحمیل شده. اصلا بحث بر سر این نیست که یک روزنامه ارگان یک حس باشه یا یک شاعر ارگان در واقع تبلیغاتی یک حس باشه. اینا در اتفاق افتاده. من در همون فیلم آخری که پارسال ساختم در مورد زندگی کسرابی به روشنی به این نقطه پرداختم، کاملا میبینیم که بر سر کسرایی چه میاد در دوره انقلاب، زمانی که در روزنامه مردم هر روز شعر گفته میشد و به حقوق میگفتن. یعنی مثلا فرسون دبیر کل حزب زنگ میزد که این موضوع اتفاق افتاده در این مورد، مثلا این شعر بگو و ایشون میگفت منتشر میشد. اینا با مستند در واقع همه هست. خب این کار به تجربه تاریخی نشون داده که شکست میخوره. در مورد روزنامه هم همین اتفاق افتاده، یعنی مخصوصا از دوران اصلاحات به این طرف روزنامه نگارها و روزنامه ها اومدن بار احزاب رو به دوش بکشن. خب این در این جایگاه نیستن و فقط هزینه های سنگینی دارن. این یه بحثه. در داخل کانون، کانون اساسا زمان شکل گرفت که جوان طبعی که رفتن امضاها رو جمع کنن، رأی به حاضین و در نتیجه طرفداران حزب توده رو جلب کردن که بیان با آل احمد که سر انشاب از حزب نیروی تشکیل نیروی سوم از اون زمان با هم در واقع کارد و پنیر بودن، سر کانون تونستن با هم به توافق برسن. یعنی از در واقع تجمع دو دیدگاه متفاوت، حالا دو تا لیدرها رو دارم میگم، آل احمد از این طرف به حاضر از این طرف دیگه، حالا جوان‌تران هم بودن با دیدگاه مختلف. در دوران انقلاب این تجربه شد. زمانی که بعد از انقلاب کانون میخواست شب شعر رو قصه را بیاندازه، حزب توده مخالفت کرد از طریق اعضا شد. ما وارد جزئیاتش من نمیخوام بشم، ولی به اول یعنی برخورد حزبی شد در اونجا و برخوردی نبود که در چارچوب اصول کانون نویسندگان باشه.
خب بعد نتیجهش با اون اخراج ها انجام پنجشنبه رو بعد انشاء رو تشکیل شورای نویسندگان و هنرمندان یا کسانی دیگه ای که مثلا نزدیکتر بودن بعد از این اتفاق نه خیلی نزدیکتر بودن به گروه های تندروتر چپ، اونها هم در اون سالها سعی میکردن از اون مثلا در جریان رای گیری ها از اون دیگه من مرحبا توی کتاب زندگیات سپانلو خیلی خوب و منصفانه توضیح داده شده این تاریخ شد. بنابراین این بحث وجود داره منطقه این ما رو نباید به اون نتیجه برسونه که یعنی واکنش نشان دادن به جان به پیرامون خودت یا دفاع از آزادی بیان. دفاع از آزادی بیان یک امر همیشگیه، شما در اینجا هم دارید، یعنی حتی وقتی هم که محقق میشه باید تلاش بکنید که این حق دوباره از بین نره، دوباره این محدود نشه. این هیچ در واقع تباینی با کار خلاقانه و فردیت نویسندگان نداره. ما میبینیم این در مثلا در بعدن در نامه 134 نویسنده این تلقی جدید بازتاب پیدا میکنه با همین نامه هم هست، یعنی به عنوان فردی که شناسایی میشه نویسنده و شاعر و همین نامه مبنای حرکت دوباره از تربیت در واقع شکل‌گیری جمعی مشورتی و در نتیجه راه افتادن مجدد کانون. این یک بحث، اون بحثی که شما میگید از اون زاویه که اگر مثلا کانون نویسندگان یا یک روزنامه یا یک شاعر بخواد یک کار حزبی بکنه، معلومه اصلا بحث سر کار حزبی و تشکیلاتی نیستش، این امر جداگونه است. کسی دوست داشته باشه میتونه بره انجام بده، میتونه بره. در مورد کانون این بحث از اساس منتفی بوده و زمانی هم که اتفاق افتاد خب در مقابلش مقاومت شد. دوستان خیلی متشکر از تشریف فرماییتون آقای رزگر. بازم ممنون از دوستان که در این هوای خوب افتخار دادن و باز خوشحال شدم.